سلام به شما. با خبر دست و لوباتلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. روز جهانی پیکار با خشونت در برابر زنان. زنان در افغانستان همچنان معترض و خواستار حقشان. باید ما را حمایت بکنند. در قسمت تعلیم، تحصیل، کار و حقوق منظم ماهوارمان باید امر ما همکاری بکنند. خرابکاری های نیروهای خارجی پس از خروج از افغانستان. وزارت داخله میگوید نیروهای خارجی سیستم اطلاعاتی برخی از وزارتخانه ها را ویران کردند. تم دی بیپ و بایومتریک ټول خراب کړای وو او دی هغه ډیټا ټول د ځان سره وړي چې دا د ملک سره یو غټ خیانت دی. تلاش برای ساخت کارخانه پروسس بوتای بنگ در کشور. این کارخانه با همکاری یک شرکت آلمانی ساخته خواهد شد. موږ سفارم د کمپنۍ سره قرارداد ته نږدې شوي او په نږدې ورځو کې به د دوی سره تړون لاسلیک شي. و مادر و پدر در امریکا و کودک یک ماهه در افغانستان، یکی از نتایج روند تخلیه. من بهرام امان هستم. 25 نوامبر برابر است با روز جهانی پیکار با خشونت در برابر زنان. به مناسبت همین روز سازمان ملل متحد گفته که از هر 10 زن در افغانستان 9 تن آنان گونه ای از خشونت را در زندگیشان تجربه می کنند. عفو بین الملل نیز در اعلامیه با نگرانی از اوضاع بد زنان در افغانستان گفته پس از حاکمیت طالبان سهم زنان در زمینه کار و آزادی بیان زیر پا شده. ملیحه بانویی که سرپرست خانواده 5 نفری است. او یکی از کارمندان پیشین وزارت زنان بود که با تغییر نام این وزارت به وزارت امر به معروف و نهی از منکر او با چالش های فراوان اقتصادی روبرو شده است. ما هم از جمله از اون نفرایی هستیم که تمام وسایل خانه خود فروختیم و فعلا بر خود یک اتاق ماندیم و یک دالیز ماندیم و اولادای ما هم دیگه کلشان فارغ تحصیل هستن. من تا از اینکه امکانات نداشتیم نتونستن اونا که به پندونای خصوصی جذب شوند بی سرنوشت ماندند. در این میان سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت 25 نوامبر یا روز جهانی پیکار با خشونت در برابر زنان گفته که از میان 10 زن در افغانستان 9 تن آنان با خشونت‌های گوناگون روبرو هستند. زنان نیمه از چرخ اجتماعی یک کشور هست. بر حدی که این نیمه چرخ غیر فعال نگه داشته شود، در حاشیه رانده شود و مو اندازه اجتماع ترقی نمی‌کند. سازمان عفو بین الملل نیز با پخش اعلامیه از جامعه جهانی می‌خواهد که از حقوق زنان در افغانستان پشتیبانی کند. به گفته این سازمان زنان با تهدیدهای فزایند به شمول خشونت جنسیتی، محدودیت‌های حقوقی، آزادی تجمع، آزادی بیان و حتی در گزینش لباس نیز با چالش‌های روبرو هستند. از سوی هم شمار از زنان در کابل از بهر همین روز بر راهپیمایی اعتراضی دست زدند و از حکومت خواهان فراهمسازی زمینه کار و آموزش برای زنان شدند. باید ما را حمایت بکنند. در قسمت تعلیم، تحصیل، کار و حقوق منظم ماهوارمان باید امر ما همکاری بکنند. ما از دولت اسلامی حقوق مساوی خود می خواهیم، حقوق شرعی خود می خواهیم، حق تعلیم، حق تحصیل، حق کار می خواهیم. این در حال است که برخی از نهادهای حقوق بشری در روز پیکار با خشونت در برابر زنان کارزار 16 روزه را آغاز کردند که قرار است در این کارزار داستان 16 زن افغان پس از سقوط حکومت پیشین بازگو شوند. سازمان ملل گفته که تقاضای بدرنگ بیش از 600 میلیون دلاری این سازمان برای جلوگیری از بحران پیش بینی شده افغانستان به گونه کامل تمویل شده. سخنگوی بخش کمک های انسان دوستانه سازمان ملل متحد میگوید آنان میکوشند تا این کمک ها را به گونه مستقیم و بی دخالت حکومت به نیازمندان توزیع کند. در این میان حکومت میگوید که این کمک ها نمیتواند جاگزین پول های منجمد شده افغانستان شود و تاکید میورزد که ایالات متحده باید هر چه زودتر پول های منجمد شده افغانستان را آزاد بسازد. فرهای گوناگون جهان بر روز 13 سپتامبر در یک نشست سازمان ملل متحد درباره افغانستان کمک های بیدرنگ 606 میلیون دلار را برای کمک به نیازمندان در افغانستان درخواست کردند. اما اکنون سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان تا اکنون 600 میلیون دلار را برای رسانیدن کمک های بشر دوستانه به نیازمندان در افغانستان جمع‌آوری کردند. به گفته سازمان ملل متحد این کمک ها به دخالت حکومت به نیازمندان توزیع خواهد شد. اکنون گفته می توانیم که درخواست کمک های بیدرنگ برای افغانستان 100% تمویل شدند و ما اکنون می کوشیم تا این کمک ها هر چه زودتر از طریق سازمان های مدد رسان به مردم نیازمند افغانستان برسند.
دغه مرستې چې راټولې شوې دي باید په شفاف ډول باندې مستحقو او اړمنو خلکو ته ورسیږي. بر بنیاد آمارهای سازمان ملل این کمک ها قرار است به 11 میلیون نیازمند در افغانستان توزیع شوند. افزون بر ایالات متحده، اتحادیه اروپا، فرانسه، ژاپن و آلمان با فراهم کردن 76 میلیون دلار یکی از بزرگترین کمک کننده های این برنامه هستند. دو را به خاطر انتقال از یه ده پیشرو داریم. رای اول کمی زمانگیر است که از طریق دولت به شکل تدریجی با نظارت بین المللی انتقال پیدا کنه و دومی که از طریق انجیو های خصوصی با تضمین کیفیت داخلی و بین المللی با مردم انتقال پیدا کنه. سازمان ملل متحد یکی از چالش های رساندن کمک ها به افغانستان را مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان می داند. اما حکومت می گوید که تلاش می کند این چالش ها از میان برداشته شوند. افغانان خپل پیسې سی په امریکایي او خارجي بانکونو کې باندې دي، هغه باید راخوشي سي او نورې سخاوتمندانه مرستې له افغانانو سره وسي. افغانانو شل کاله په مجموع کې لسګونه کلونه جګړه شاته پرېښېدې، ډېرې ناخوالې تېرې شوې دي. چالش های مالی در افغانستان پس از آن بیشتر شدند که پس از سقوط حکومت پیشین، ایالات متحده بیش از 9 میلیارد دلار پول های افغانستان را منجمد ساخت. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیست رسانیدن پول برای افغانستان را متوقف کردند. وزارت داخله از ایجاد کارخانه پروسس بوتای بنگ به هزینه بیش از 600 میلیون دلار با یک شرکت آلمانی خبر می دهد. سخنگوی وزارت داخله می گوید که با یک شرکت آلمانی به نام سی فارم که می خواهد در بخش پروسس بوتای بنگ در کشور سرمایه گذاری کنند به یک توافق نزدیک شدند. پیش از این گزارش های از پروسس چرس از سوی شرکت سی فارم پخش شدند، اما وزارت داخله کشور این گفته ها را رد کرد. یک شرکت خارجی در توافق با حکومت تازه در افغانستان می خواهد که یک کارخانه پروسس بوتای بنگ را در کشور بسازد. سخنگوی وزارت داخله می گوید که پس از این همه تولیدات چرس در کشور به گونه قانونی تنها با کمپانی خارجی سی فارم جرمنی قرارداد خواهد شد. آقای خوستی می افزاید که این کمپانی در افغانستان 600 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند و با ایجاد این کارخانه از بوتای بنگ تولید شده در افغانستان در ساخت ادویه‌جات و یک نوع کریم استفاده خواهد شد. موندی سی فارم دی کمپانی سره قرارداد تر نزدې شوی او په نزدې ورځو کې به دوی سره تړون لاسلیک شي. دوی غواړي په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي، چارس پروسس کې دیگرن دوی پا دوائی که استعمالوی زینی کریمونو که استعمالوی. در همین حال برخی از آگاهان اقتصادی سرمایه گذاری در بخش پروسس بوتای بنگ را در کشور باعث رشد اقتصادی می دانند. در صورت کنترل صورت بگیره دی گپ مشکل نداریم، در حقیقت ما از یک عمل استفاده میکنیم. در افغانستان سلسله مراتب طور است که اول با اداره مخصوص ملل متحد مذاکره شود و زیر نظر از اونها یک مقدار و یک ساحه مذاکره شود و بعد از او با یک کمپانی شخصی مذاکره شود که این به صورت صادرات قانونی از افغانستان صادر شود و این خوب هم است برای اقتصاد ما. اما پیش از این برخی گزارش های به نشر رسید که یک شرکت استرالیایی به نام سی فارم با حکومت تازه روی تولید و پروسس چرس در کشور به هزینه 530 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. اما امارت اسلامی این گفته ها را رد کرد. یک کودک یک ماهه که به روز 28 اسد در جریان روند تخلیه در میدان هوایی کابل برجا ماند، اکنون از سوی یک خانواده در کابل نگهداری می شود. خانواده ای که این کودک را سرپرستی می کند می خواهد این کودک را به خانواده اصلیش بسپارند. در این حال خانواده اصلی این کودک که در ایالات متحده به سر می برد می خواهد که کودکش را از طریق کمیته صلیب سرخ به دست بیاورد. برای این کودک احمد نام نهادند. کودکی که در هرج و مرج روند تخلیه در میدان هوایی کابل از خانواده اش به دور ماند. هرچند این کودک از مادر اصلیش دور است، اما با این خانواده انس گرفته است. آنان که بیش از 3 ماه می شود از این کودک سرپرستی می کنند می گویند که اکنون دوری این کودک برایشان دشوار است. هرچی که ایر از یاد دوستم دارم، مگم اولاد کس را کس گرفته نمی دو. مگم زیاد میره دوست دارم.
محمد جان زیاد دوست داریم ما نمیتونیم بدون تحمل کنیم. حامد پدری که 3 کودک خردسال نیز دارد و از احمد پرستاری میکند در باره پیدا کردن این کودک میگوید. ایست رفتم دیدم یک طفلک افتادگی بود در موجه. افتادگی بود تیره گرفتم بسیار موجه بسیار وضعیتش خراب بود. گیران میکرد. آوردم میشتم به فامیل های افغانه که داخل بود. گفتم شما ایره شیر بده بر کدامش بردم شیر ندادن. باز از یک زن بود افغان بود. اما طفل خرد داشت یک تا چیز پمپر ازش گرفتم بردم این طفلک را یک گوشه ششتم. پس از نزدیک به 3 ماه خانواده سرپرستی این کودک میگوید که با خانواده احمد ارتباط پیدا کردند و میخواهند احمد را به والدین اصلیش که در روند تخلیه به امریکا رسیده اند بسپارند. شمارهش پیدا کردم، خودم زنگ زدم برش، کتش گپ زدم، گفتم برادر طفلت پیش ماست، جور است، صحتمند است، ما خوب نگاهش کردیم، ما طفلتان را میتونیم پس به خودتان تسلیم کنیم. احمد شاید تنها کودکی نیست که از خانوادهش به دور مانده است، بل بر بنیاد گزارش ها چندین کودک دیگر نیز در روند تخلیه از خانواده هایشان به دور مانده اند. کمیته صلیب سرخ از تقویت کمک‌های بشردوستانه این کمیته به افغانستان به ویژه در بخش صحی خبر داده. رئیس هیئت صلیب سرخ و آسیای شرقی گفته این کمیته در همکاری با چین برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ به افغانستان به ویژه در بخش صحی را تقویت خواهد داد. رئیس هیئت صلیب سرخ از تقویت کمک‌های انسان دوستانه این کمیته به افغانستان به ویژه در بخش صحی اطمینان داده است. تعهد تقویت کمک های بشر دوستان این کمیته در حال ابراز می شود که پیر کراهنبول رئیس هیئت صلیب سرخ به شرق آسیا گفته است که نزدیک به 50% مردم افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند. اطلاعاتی که در دسترس است این است که حدود 47% از جمعیت افغانستان به هر شکل با ناامنی غذایی مواجه هستند. زمستان در راه است. من فکر میکنم اون چی باید با طور خاص درک شود این است که حمایت های مالی، کمک ها و همچنین جریان های مالی به افغانستان در حال حاضر متوقف شدند. او نیز گفته است که به تلاش هایش برای بسیج تقویت کمک ها به افغانستان ادامه خواهد داد. ما تا پایان سال 2022 به حدود 150 میلیون فرانک سوئیس یا 160 میلیون دلار آمریکایی نیاز داریم. ما حمایت کشورها را بسیج خواهیم کرد و در این راستا چین برای ما یک اولویت است. بر بنیاد گفته های کراهنبول، افغانستان کشور درگیر در جنگ بوده و همزمان با بحران انسانی این کشور از بحر افزایش هرس افغانی نیز رنج میبرد. تعهد کمک های این کمیته با همکاری چین در حال صورت میگیرد که چین بر روز سه‌شنبه یک محموله 1000 تنی که مشمول مواد غذایی، البسه و دارو بود به افغانستان کمک کرده است. ریاست عمومی پاسپورت از بیرون ساختن و تخریب دیتابیس این ریاست از سوی نیروهای خارجی خبر می‌دهد. رئیس عمومی ریاست پاسپورت می‌گوید که نیروهای خارجی پس از خروجشان از افغانستان سیستم اطلاعاتی ریاست پاسپورت را با خود بردند و برخی از وسایل دیگر را تخریب کردند. پس از متوقف شدن روند توزیع گذرنامه ها در کابل به علت چالش های فنی، اکنون رئیس عمومی ریاست پاسپورت از تخریب و انتقال دیتاها از سوی نیروهای خارجی انتقاد می کند. رئیس عمومی پاسپورت می گوید که نیروهای خارجی پس از خروجشان از افغانستان بیشتر اطلاعات این ریاست را در وزارت داخله با خود بردند و برخی از سیستم اطلاعاتی دیگر را نیز ویران ساختند. تم د بیپو بایومتریک ټول خراب کړای وو او د یغې ډیټا یې ټوله د ځان سره وړی وه چې دا د ملک سره یو غټ خیانت دی. اوس موږ په هغې باندې لګیا یو چې هغه سیستم هم بیرته فعال کړو چې هغه په وزارت داخله کې وو، نو الحمدلله هغې ته اوس موږ نږدې شوي یو چې هغه سیستم چې دوی خراب کړی وو خارجیانو او یا یې هغه ډیټا چې د ځان سره وړی وه هغه موږ لګیا یو، ډیر زر به هغه هم بیرته فعال کړو. همزمان با این سخنگوی وزارت داخله میگوید که نیروهای خارجی پس از خروجشان از افغانستان نه تنها وسایل و سیستم اینترنتی را در وزارت داخله تخریب کردند، بل در نهادهای دیگر دولتی نیز سیستم های اطلاعاتی را تخریب کردند. ډیر شیان تخریب کړی دي. دموږ دی وزارت اینترنت چې هغه هم دی امریکایي کمپنۍ سره قرارداد و دلته ټول سرورونه دی لمنځه وړی دي یا لاک کړی دي او یا ډیټابیسونه هم د منځه وړی دي. ډیر زیات تخریب کړی ده متاسفانه. کسانی که با امریکا کار میکردن و یا کسایی که با استخبارات ایالات متحده امریکا کار میکردن
شاید هم میشه که این معلومات مورد از اونا بوده باشه به خاطر از اینکه به زندگی از جا خطر متوجه نشه و اینا را از بین برده باشه. این در حال است که نیروهای خارجی پس از خروجشان از افغانستان تجهیزات میدان هوایی به شمول چرخبالها، موتر و ساز و برگهای دیگر نظامی را ویران ساختند. مسئولان موزیم ملی گفتند که در حدود 75 قلم آثار باستانی که مربوط به دوره کاشانیان است به این موزیم آورده شده. در همین حال سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید آنان در تلاشند که از قاچاق آثار باستانی به بیرون از کشور جلوگیری کنند. بیش از 70 قلم اثر باستانی از خوم زرگر ولایت کاپیسا و مثل عینک لوگر از سوی باستانشناسان شناسایی و به موزیم ملی آورده شدند. گفته می شود که این آثار بیش از 2000 سال قدامت دارند و مربوط به دوره کاشانیانند. شامل ظروف سفالی هستند، پارچه های فلزی هستند که برای ابزار مختلف استفاده می شدند به شکل ابزار مختلف، مثلا موی بازکن و بعضی چیزهای دیگه هستند و همچنان یک تعداد از مجسمه های خرد کوچک هستند و در مجموع هر چیزی که از مساحات باستانی به دست آمدن به خاطر حفاظت جاورده شده، ولی مجموعه بزرگ از ظروف سفالی هستند. در همین حال سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان می‌دهد که پس از این آثار باستانی به کشورهای دیگر قاچاق نخواهند شد. پیل حال مرسل رو اگر دیر قدامت لری او هغه مرغوالو چې دغه لپاره دنیاوالو ته وشوي چې هغه راسي او ویبینی او د همدې لپاره خپل ملت او خپل ځوانانو ته هم دغه جذبات و نسب کې د خپل ملت لپاره او د خپل وطن لپاره چې کوم آثار موږ لرو دغه حفاظت وکړو. کومه کوونکې مؤسسات چې دغه آثار موږ ته ژغوري ساتي ترمیموي، اوس موږ هغو سره په تماس کې یو په پسرلي کې به انشاءالله د هغو د رغونې کار هم پیل شي. این در حال است که 5 ماه پیش شماره از آثار باستانی که به کشورهای دیگر قاچاق شده بود به همکاری پلیس انترپول جمع‌آوری و دوباره به موزیم ملی کشور برگردانیده شدند. در بیشتر از 100 روز حکومت تازه امنیت در ولایت‌های شمالی کشور بهبود یافته. برخی از باشندگان شمال کشور میگویند هرچند اوضاع امنیتی بهبود یافته، اما با سقوط حکومت پیشین روند مهاجرت شهروندان به بیرون از کشور افزایش یافته. آنان گفتند که در این مدت زندگی زنان به گونه چشمگیر تغییر یافته. قرار است نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در هفته پیشرو یک بار دیگر با نمایندگان امارت اسلامی در قطر دیدار و گفتگو کند. توماس وست گفته که در این دیدارش درباره اوضاع امنیتی، اقتصادی و حقوق بشر در افغانستان با نمایندگان طالبان در دوحه دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان امارت اسلامی از این اقدام آمریکا استقبال میکند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در یک گفتگو با تلویزیون صدای آمریکا میگوید که قرار است در هفته آینده با نمایندگان امارت اسلامی در دوحه دیدار و گفتگو نمایند. چگونگی مبارزه با هراس افغانی، ادامه کمک های بشر دوستانه و چگونگی اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان از موضوعاتی هستند که میان دو طرف روی آن بحث و گفتگو می شود. گزارش هایی که گویا آمریکا پل های افغانستان را به هیچ دلیل منجمد کرده است نادرست است. بل منجمد ماندن پل های افغانستان به علت وجود مشکل پیچیده قانونی و قضایی، این پل ها از یک بانک به بانک دیگر انتقال نمی شود. آقای توماس از سیاست های پاکستان درباره افغانستان نیز نگرانیش را اعلام کرده است. به نظر من پاکستانی ها از سیاست آمریکا در افغانستان نگران هستند و نیز ما هم از دیر بدین سو از پالیسی پاکستان در برابر افغانستان نگران هستیم. به نظر من بخش مهمترین است که این گفتگوها دو طرف است و ما به خاطر قطع رابطه آمادگی نداریم. اگر وقت آمریکا قطر د خپل دیپلماتیک کارونو د افغانستان سره د رابطې پاکل باندې او ټاکله دا په دې معنا باندې و چې پاکستان سره اړیکې نور د افغانستان په سر باندې ترینګل شوې دي. هرچند امارت اسلامی از آغاز دوباره گفتگوها با ایالات متحده آمریکا استقبال می کند و می گوید که نگرانی دیگر کشورها به امارت اسلامی هیچ ربطی ندارد. اسلامی امارت د خپل موقف او پالیسی له مخې د یو متعادل او متوازن سیاست له مخې د نړیوال او همسایه هیوادونو د متقل هیوادونو سره مخ ته ځي. داسې نور هیوادونه کوم نظرونه لري، کوم
اندیشنی یا کوم چولری هغه د تراغو پر اړه لري. توماس ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان پیش از این با نمایندگان امارت اسلامی در حاشیه نشست ترایکا پلاس در اسلام آباد نیز دیدارهایی را داشته است. اسلام آباد تصمیم گرفته تا به موتورهای عامل گندم کمکی هند از راه بندر واگه اجازه رفت آمد دهد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته است که 50,000 تن گندم کمکی هند و دارو به افغانستان از راه بندر واگه انتقال خواهد یافت. اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان گفته که از سالها به این سو بندر واگه پاکستان برای کالاهای وارداتی کشور بسته است. امارات متحده عرب برای گرفتن اداره میدان هوایی با طالبان گفتگو کرده. روی ترس به نقل از چهار منبع یگان اوشست که کشور امارات به هدف نفوذ بر حاکمان تازه افغانستان در یک کشمکش دیپلماتیک با قطر قرار گرفته. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر ده. شب خوش، تا زود، بدرود.